انشالله که شما هم لذت بردین. نسرین جون از شما خواهش میکنم که CIF رو معرفی کنین و برنامه امشب رو. مرسی. آن میوت هستم من؟ بله خواهش میکنم. بله. خانم آقایون درود بر شما. خیلی خیلی ممنونم از اینکه تشریف آوردید. واقعا باعث افتخار ماست که در خدمت هنرمندان نازنینی مثل شما باشیم و همچنین باعث افتخار ماست که شما دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید. بی نهایت سپاسگزاریم و همچنین از بقیه دوستانی که تشریف آوردن که پارتیسیپیت کنن. همطور که می‌دونید بنیاد کانادا ویرین یک سازمان خیریه هست، اهداف مختلف داره که اونها عبارتند از هدیه اسکالرشیپ به دانشجوها، همچنین همیاری و کمک کردن به مهاجرینی که تازه وارد کانادا میشن از طریق آموزش و علاوه بر این کمک به امور انسانی مثل مواردی که زلزله هست، سیل هست، آتش سوزی هست، از این چیزا. بنیاد در سال 2005 تشکیل شده و الان 15 ساله که داره کار میکنه.
به خاطر وجود کرونا ویروس ما نمیتونیم دیگه مثل همیشه با هم دیگه جمع بشیم و با هم صحبت کنیم و برنامه اجرا کنیم. به خاطر همین با بقیه همکاران نازنین توی بورد تصمیم گرفتیم که یه همچین برنامه رو اجرا کنیم و در خدمت دوستان باشیم. باز هم سپاسگزارم از شما و همچنین از زهره جان و پروین جان برای اینکه هاستینگ این برنامه رو در اختیار گرفتن و همچنین برنامه رو ترتیب دادن. امیدوارم که به همتون خوش بگذره و از این زحمت این دوستان نهایت لذت رو ببرید. با سپاس. مرسی نسرین جون. انشالله که همینطوره. شروع میکنیم برنامه رو با زهر جون. شما با صدای قشنگت یکی از سروده های خودشون رو تقدیمتون میکنم. سلام خدمت همگی عرض میکنم. انجام این برنامه و از همچه برنامه بدون لطف و همکاری شما بزرگان که غیر ممکنه و من پیشا پیش از این که در کنار ما بودید و با روی باز به ما با سعی صدر به ما جواب مثبت دادین امروز اومدین تشکر میکنم. شب آرام بر بستر مرغزار، زمین خسته از ناله روزگار، من و قصه ها بیقرار این دلم، نه این شعر تا باردم نه قلم. چاهوی سرکش از آن دشت شاد، در این دامگه فتنه و آه و داد. دمی موج بر ساحل دل زده، دمی مست در گوشه میکده. در این روزگاران بی‌حوصله که در دیده اشک است در دل گله، در این لحظه ها که از فراغت به جان همه درد و آشوبم و ناتوان، در این شام تنهایی و انتظار، در این کنج آرام و من بیقرار، در آغوش گیرم هوای تو را، نفسهای گرمت صدای تو را، در آغوش گیرم خیال تو را، فروغ نگاه زلال تو را، توی شمع تابنده کاشانه را، بسوزم به وصل تو پروانه را. مرا عطر گیسوی تو زندگی است، مراد جهانم تو را بندگی است. به رویا شبی از دیاران دور، فرود آی بر بامم ای کوه نور. از راه دور برای شما عزیزان اون چیزی که توی دل بود رو گفتیم. امیدواریم که به زودی دور هم جمع بشیم. مرسی. خب سوره جون شما ادامه بدین. مثل اینکه استاد نزاکتی شما منتظر هستن که معرفی بشن. افتخاری بوده که ما امروز در خدمت شما بزرگان باشیم. استاد عزیزم استاد نزاکتی نیازی به معرفی نداره وجود عزیزشون، ولی فقط میخوام بگم که اگر انسان ها همه بر اساس شرافت و انسانیتشون بخوان شماره گذاری بشن از 100 بیان پایین، استاد 102 میگیرن. خیلی مشکل سواز نگیرن. البته خواستم زیاد اقراق نکنم که بگم، ولی چون نمیخواستم رم اقراقش واقعیته. استاد هم بزرگ ما در این شهر از لحاظ پیشکسوت هنری هستن، هم از لحاظ پدری و انسانیت و شرافت، و این یک افتخاری بوده که من طی سالها تونستم در محضرشون باشم و تا ابد شاگردیشون رو خواهم کرد. من نمیخوام خیلی وقت عزیز همه رو بگیرم، از خود استاد خواهش میکنم چند دقیقه برای ما صحبتی بکنن. حقیقتش اینه که ما در این شهر خیلی در زمینه هنر، هنرمند خدا رو شکر داریم. اطلاعات هنری عامه خوبه، ولی یک تاریخچه کلی و خیلی خوب از موسیقی اصیل ایرانی شاید کسی بهتر از استاد نتونه به ما بده. برای هم من تریبون خدمت خودشون میدم که هم از خودشون بگن هم برای ما از تاریخچه موسیقی اگه محبت کنه. سپاسگزارم از محبتتون، شرمنده کردین هزار جان. به همیشه عرض سلام و درود دارم خدمت سرکار خانم فیلسوف و گروه ارزنده دلشدگان و عزیزانی که حوصله به خرج دادند و نشستند و مستمعی هستند که ما رو سر سخن میارن، به ساز و سخن وامی دارن. از همه کسانی که این برنامه رو میبینن آرزوی سلامتی و سعادت دارم براشون. عرض کنم که چون وقت محدود، دوستان زیادی قرار امشب در این برنامه صحبت کنن، برنامه داشته باشن،
من پیشا پیش واقعا ابراز مسرت میکنم از اینکه روز قرار از معذر استاد فرش پوری هم بهرمند بشیم. باعث خوشحالی است. اینی که فرمودید من خیلی خلاصه میخوام، چون یه نکته یه خاطره من دارم. من زمانی که در تورنتو خدمت اونجا بودم، یه عزیزی یه مقاله‌ای در شهروند تورنتو نوشته بود و یه اشکالاتی، آدم هنرمندی بود ولی خب یه مقدار برداشت‌ها صحیح نبود، راجع به موسیقی گفته بود ولی یه جملهش اون داستان جای کلی مطالب زیاده، ولی یه نکته‌ای رو نوشته بود که موسیقی، تاریخ موسیقی، پیدایش موسیقی در ایران 1500 سال از 1500 سال قبل شروع شده. این منو واداش که یعنی فکر کنم که من تا اون موقع فکر می‌کردم مردم همه میدونن، ولی مجبور شدم جوابشون رو بدم و این جواب افتخاری برای من کسب کرد که با دکتر عمومی بزرگ شادروان، دکتر عمومی که استاد آقای شجریان بودن، آشنایی حاصل بشه. ایشون زنگ زدن و دیدیمشون. حالا من در اون زمین نمی‌خوام بگم. این راجب همین عمر موسیقی، من موسیقی راجب ذات موسیقی صحبت می‌کنم، نه تحولی در طور تطور و تحولی در طول ایام ایجاد شده. ویکتور هوگو نویسنده و متفکر بزرگ فرانسوی میگه موسیقی ودیه لایزال خلقت هست، لذا کسی انسان موسیقی رو خلق نکرده بلکه از طبیعت اقتباس کرد. و خیلی زیباتر شیخ فریدالدین عطار نیشابوری در منطقه تیر این موضوع رو مطرح کرده. اونجا میگه خیلی موسیقی موسا صفت، خیز و موسیقار زن در معرفت، کرد از جان مرد موسیقی شناس، فن موسیقی ز خلقت اقتباس. پس اصلا عمر موسیقی به درازای عمر بشر انسان هاست، برای اینکه آفرینش هر پدیده‌ای با موسیقی اون پدیده شروع شده. وزش باد، غرش طوفان، ریزش باران، زمزمه جویباران، شوشور آبشاران، امواج دریای خروشان، اصلا نوای دلنواز پرندگان، همه اینا موسیقی دلانگیزی است که مایه و پایه الهام همه هنرمندان قرار گرفته. پس ما نمیتونیم بگیم موسیقی از چه سالی شروع شده. یعنی ذات موسیقی با الان که ثابت شده از نظر علمی در درون هر ذره زنده‌ای در گیاه یه پیدا کردن که این از نوت، یه نوت و ملودیت هست، ملودی تشکیل شده. این ثابت شده که بحث در این زمین ها میتونه ما رو دور میکنه از مطلب. پس عمر موسیقی به درازای عمر خلقت هست و این حقیقت رو باید بپذیریم. یک کشوری که ایشون گفت 1500 سال، کشوری مثل ایران که حداقل 7000 سال تاریخ داره و 2500 تا 3000 سال تاریخ مدون داره به استناد تمام آثار باستانی که به دست اومده، مدارکی که در اکثر موزه های جهان هست، یه چنین ملتی، کشوری با موسیقی که یکی از شاخص‌ترین بارزترین شاخص‌های واقعا فرهنگ کشوری، مطمئناً این ملت آشنا بوده. درباره یه فرهنگ و تمدن گذشته ما همه میدونید. فریدریک هگل میگه که اصلا اساس توسعه جوامع انسانی با تاریخ ایران شکل گرفته و این مبدا آغاز تاریخ تمدن جهان. ویل دورانت هم که بزرگترین نویسنده تاریخ نویس آمریکاییه، این اصلا چند بارم صحبت کرده، هر بار صحبت کرده گفته که ایران گهواره تمدن جهانه. و یه دلیل خیلی بارزی هم بالاخره هرودوت، مورخ بزرگ یونانی، گفته که در زمان هخامنشیان که 2400-500 سال قبل، در زمان هخامنشیان در ایران سه موسیقی وجود داشته: موسیقی بزمی، موسیقی رزمی، موسیقی جنگ یا مذهبی، رزمی و بزمی، موسیقی مذهبی. یعنی در تمام زمینه‌های زندگی اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی مردم ایران موسیقی چیز. پس من خواستم این نکته رو توجه بدم، چون من بارها بعضی از دوستانم پرسیدن از من که آقا موسیقی از کی شروع شده. ذات موسیقی با بشر، با تولد انسان، اولین ناله‌ای که انسان کرده، اولین حرفی که زده، اولین حرکتی که قبل از اینکه کلمه‌ای از زبان، از صحبتی بتونه بکنه، با
همون موسیقی درون خودش حالتهای درون نشون داده، شادی رو نشون داده، غم نشون داده، که من بیشتر از این در این زمینه صحبت نمی کنم. فقط یه جمله هم عرض کنم، هر وقت دیدید طولانی شد من بگین، چون من وقتی برم بالا منبر خیلی عرض من لذت میبرم. عرض کنم حضورتون که ببینید در زمینه هنرهای تجسمی، خب سیر تطورش و سیر تحولش انسان وقتی که روی هزاران سال قبل روی دیوارها نقاشی ها رو میبینیم، تخت جمشید میبینیم، آثار باستانی رو میبینیم، ساختمون رو میبینیم و اینا، ما میتونیم بررسی کنیم که از اول دیوارا چه چیزی بوده نقاشی، یعنی میتونیم بفهمیم که این سیر تطورش چی بوده، یه آثاری که بعدن از هنرمندان باقی مونده. ولی موسیقی چون از طریق نواختن ساز یا خوندن آواز از طریق ارتعاشات صوتی به گوش منتقل شده، چون امکان ثبت و ضبط این ارتعاشات نبود، این موسیقی نبود، لذا ما نمیتونیم بفهمیم که مثلا در زمان گذشته در ایران چه نوع موسیقی بوده. اون چی که بوده سینه به سینه نقل شده، ولی روی مثلا جای ضبط بشه یا ثبت بشه، نشون داده بشه، نداریم. لذا و از طبعا 180 سال قبل 1220 بوده که با ورود گرامافون به ایران مردم علاقمند شدن به ضبط و هنرمندان علاقمند شدن. در آغاز در ایران امکان ضبط اینا نبود، میرفتن در خارج از کشور و ضبطی که ثبت میکردن صفحه‌ای که از اون زمان باقی مونده از اساطیر بزرگ موسیقی باقی. و همچنین از سال 1300 یعنی تقریبا 99 سال قبل، از 100 سال قبل هم موسیقی ما به وسیله کلنه اللقی وزیری که 3 سال در فرانسه 2 سال در آلمان درس هارمونی و نوت و اینا رو یاد گرفته اومده ایران، نوت رو ایشون آورده. پس ضبطش تقریبا 1180 سال قبل شروع شده، ثبتش هم از طریق نوت تقریبا 100 سال 99 سال قبل. اینی که ولی این جمله رو عرض کنم و دیگه در این زمینه این بحث رو تمام کنم، اونی که ما آثار هنرمندان ارزنده مملکت رو که در ادوار مختلف در تحول این موسیقی نقش داشتن نباید فراموش کنیم. لذا هر دوره‌ای به اعتبار شرایط تاریخی و حوادث روز موسیقی ما دچار تحول شده و که من در این زمینه ای بخوام وارد بحث بشم خیلی کل وقت شما رو پر می‌کنم. در صورت اگه سوالی در این زمینه دارید عرض می‌کنم، اگه نه که منتظر سوالات بعدی شما خواهیم. من از عزیزان خواهش میکنم اگر سوالی دارن در زیر صفحه یک جایی هست گفته چت، اگر سوالی هست محبت کنید اونجا مرقوم بفرمایید، من مطرح میکنم، چون ممکنه مشکل باشه که هر کس بخواد صحبت کنه من از استاد برتم. ولی خودم یک سوالی داشتم، شما یک زمانی خاطرم هستش در مورد 360 نغمه باربدی برای ما صحبت کردین، درست میگم عددش رو؟ شده بله بله. یک کوچولو دلم می‌خواست که در مورد این موضوع برای دوستان بگیم، چون به هر حال یه قسمتش هم غنای فرهنگی و موسیقی خود ما هست. من دوست دارم بله باربد یکی از بزرگترین، واقعا باربده، بعضی باربود میگن اشتباهه، باربده یعنی بزرگ دربار، بزرگ بارگاه، یکی از بزرگترین نوازندگان و اساتید موسیقی ایران بوده. سی لحن موسیقی درست کرده و 360 نغمه که اینا واقعا تعداد زیادی اینو عرفان برومن که ما افتخار شاگردشون برای مدت کوتاهی داشتم، ایشون اعتقاد داشتن که این تعدادی از نغمه هایی که الان ما میخونیم تو اصفهان، نغمه اصفهان داریم، توی شور هم داریم، توی نوا داریم، بعضی از این به نام نغمه چیزی که میخونیم، اینا باقی مونده از نغمه های باربدیه که مطمئناً در طول این ایام چون سینه به سینه نقل شده دچار تحول، تطور و تغییراتی شده یقیناً. و الحان باربدی هم که 30 تا بوده و تعدادی از اونها رو در ذکر شده که باقی مونده که ما درس میدیم معمولاً در کلاس جزء درس ها برسوره. یک دنیا ممنون از محبت شما. پروین جان شما خیلی ممنون، واقعا لذت بردیم مثل همیشه استاد. از ممنون می‌کنم قربان شما، تمام می‌کنم.
صحبت شیرینتون و واقعا اینفورماتیو به قول ولی ها. چون وقتی که ما یه حرفی میزنیم باید مستند باشه. بله. وقتی از یک نویسنده بزرگ مثل واقعا ویکتور هوگو میگیم، وقتی که شعر بالاخره شیخ فریدون عطار نیشابوری رو مثال میزنیم، این دیگه از این بارستر نمیتونه میگه که انسان فن موسیقی رو در خلقت اقتباس کرده. ولی خب این رو میگم، همون این ذات موسیقی از خلقت اقتباس شده، ولی بعد انسان‌هایی بودن که اثرگذار بودن در این موسیقی، آهنگایی که میسازن، کارهایی که میکنن و موسیقی هر کشوری هم به من یه نکته‌ای رو حالا اگر وقت شما رو نمیگیرم، بعضی‌ها مثلا میگن آقا چرا موسیقی ما کهنه شد باید تحول پیدا کنه. اینا نمیدونن که همین موسیقی امروز که ما میگیم موسیقی، ما موسیقی مثلا امروز یقیناً با موسیقی 30 سال قبل، 25 سال قبل، 50 سال قبل متفاوته. اون موسیقی سنتی قدیم با الان خیلی فرق داره. الان خیلی نو شده. یقیناً هم هر روز نو شدن موسیقی، چون فرمودیم موسیقی سنتی نو شدن، این نیست که ما یک دفعه این تمام اون اساس و پایه و انرژی نو کردن، یعنی تغییراتی با توجه از نظر شعری، از نظر اجرای گوشه ها، با توجه به زمان این رو کاری بکنیم که جوانهای امروز، انسانهای امروز راحت تر بتونن درک کنن، لمس کنن. لذا هر روز موسیقی در حال تطوره، در حال تغییره. هرگز ما آوازی که الان میخونیم آواز تاج‌زاده نیست و زلی نیست، خیلی متفاوته. الان خیلی تغییر کرده. استاد شجریان که میخونن واقعا یعنی شاهکار از همه کارهاشون. در صورت من نمیخوام زیاد وقتتون بگیرم، خودم رو بالاخره سانسور میکنم. یار دارین شما هم هر صحبتتون تلاست. ما دلمون نمیومد از پروفایل جون کارهای شما رو مرور میکردیم، دلمون میخواست یه گوشه کوچولی از کارهای شما رو با دوستان به اشتراک بذاریم امروز. دلمون نمیومد از هیچ کدومش بگذاریم، ولی مجبور بودیم یه چیز کوتاه درست بکنیم از کارهای شما با اجازه‌ای که شما دادین. سپاسگزارم، قربان شما. برای من بیشتر رو صحنه بوده، اگر کیفیت اونجوری نداره در صد میخوام ببخشن شنوندگان عزیز. بالا کیفیت صدا خودش خوبه دیگه، بقیه چه دارم میشه. اگر کیفیتش بره اشکال کار منه و عذر میخوام، ولی من از جناب آقای ماهیچی و تلویزیون پروازم تشکر میکنم که کلیپ‌ها رو در اختیار من گذاشتن و همینطور آقای معینپورم که به من کمک کردن که بتونم اینها رو در کنار هم ست بکنم. موافق باشید با هم یه برنامه کوچولویی که تمنا میکنم؟ لطف دارید، خیلی متشکرم. شش خوش میکنیم.
خیلی خیلی ممنون. قهرمان شما، خیلی متشکر از محبتتون. البته خود کیفیت کلا رو صحنه بود، اینجا هم از طریق اینترنت اینو به قطع وصلیان رو داشته و ارسال ان شاءالله عزیزانی که بیننده برنامه بودن ان شاءالله خواهند بخشید. اختیار دارید. یک دنیا ممنون. من که سیر نمی‌شم. من خیلی ممنونم از لطف شما و دعوت شما و عزت در خدمتتون بودیم. استفاده کردیم، لذت بردیم واقعا. خواهش می‌کنم. ایشالله بقیه برنامه هم در خدمتتون هستیم، امیدوارم که شما هم لذت ببری همونطور که برای ما. مطمئنن خوشحال میشم در خدمتتون خواهیم بود. قربان شما برسد. خیلی مشکر. خیلی ممنون. سپاس فراوان از محبتتون. واقعا مجددا از این همت شما من یه جمله عرض بکنم. والا در پایان نرازی هم واقعا از بنیاد خانم صوف شماها عزیزانی که در اونجا تلاش میکنید واقعا خدمت بزرگی به فرهنگ و هویت ملی ما میکنید. در خارج از کشور این برای آبها واقعا این جوانای ما نیاز دارن. این کاری که شما میکنید، شعر و موسیقی دو تا واقعا ارزان‌ترین هویت فرهنگی ماست و یونسکو مثلا بعد از ادبیات ایران گفته موسیقی ایران. ادبیات در اول ادبیات ایران، شاعرای بزرگ ایران و بعد موسیقی ایران، این دو تا در یونسکو ثبت شده و جزء افتخاراته. شما هم همت گماشتید در جهت اطلاع این فرهنگ و هنر. من سپاسگزار همه شما هستیم. ان همیشه سلامت و موفق باشید. خیلی ممنون. سپاسگزارم. مرسی استاد. من میوت میکنم که مزاحم سیستم میکروفون میبندم بعد گوش میکنیم به برنامه‌تون. بله مرسی، خیلی ممنون. در اینجا از آقای حقیقت‌جو دعوت میکنیم تشریف بیارن. سلام از محمد آقای حقیقت‌جو. سلام از بنده، خوب هستین؟ حالتون چطوره؟ خوبین؟ خیلی ممنون دعوت ما رو پذیرفتین. خواهش میکنم، افتخاری هست در خدمتتون هستم. واقعا در جمع عزیزانی مثل جامعه نزاکتی واقعا و اساتید دیگه، من خیلی کوچیکتر از اون هستم بخوام عرض اندام بکنم. فقط خانم فیلسوف مثل همیشه دستور فرمودن، منم به اطاعت امر کردم، در خدمتتون هستم. لطف کردین. میشه بفرمایین چه شعری میخواین اجرا کنین؟ برنامه تون. خواهش میکنم. یه شعری هست از مریم حیدرزاده که چند تا اسم مختلف، من نمیتونستم دقیقا اسمی که خودشون انتخاب کردن چی بوده، چون که زمانی که ایران بودم کتابایشون رو داشتم یکی دوتاشو و این یکی رو خودم همینطوری دهکده عشق گذاشتم اسمشو و امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. عالی، حتما دوست خواهیم باش. مرسی. زنده باش. کاش در دهکده عشق فراوانی بود، توی بازار صداقت کمی ارزانی بود. کاش اگرگاه کمی لطف به هم می کردیم، مختصر بود ولی ساده بود، پنهانی بود. کاش به حرمت دلهای مسافر هر شب روی شفافترین خاطره مهمانی بود. کاش دریا کمی از درد خودش کم می کرد، قرض می داد به ما هرچه پریشانی بود. کاش به تشنگی پونه که پاسخ دادین، رنگ رفتار من و لحن تو انسانی بود. مثل حافظ که پر از معجزه و الهام است، کاش رنگ شب ما هم کمی عرفانی بود. چقدر شعر نوشتیم برای باران، غافل از آن دل دیوانه که بارانی بود. کاش سهراب نمی رفت به این زودی ها، دل پر از صحبت این شاعر کاشانی بود. کاش دلها پر افسانه نیما می شد و به یادش همه شب ما چراغانی بود. کاش اسم همه دخترکان اینجا نام گلهای پر از
شبنم ایرانی بود. کاش چشمان پر از پرسش مردم کمتر غرق این زندگی سنگی و سیمانی بود. کاش دنیای دل ما شبی از این شبها غرق هر چیز که میخواهی و میدانی بود. دل اگر رفت شبی کاش دعایی بکنی. راز این شعر همین مصرع پایانی بود. ممنونم. درود بر خانم حیدرزاده و این شعر قشنگشون و درود بر شما که مطمئنم خانم حیدرزاده از این خانش و دکلمه شما به مراتب لذت بسیار زیادی ببرن. سرکار خانم انصاری شما استاد بنده هستین، البته در حضور شما میگم جایی که آب هست تیمم جایز نیست، ولی به هر حال عرض اندام کردم، ببخشید. من وقتی نوشتای خانم حیدرزاده رو گوش میکنم میگم کاش همه گاهی دو دیده هامون رو میبستیم، در دلمون رو میتونستیم انقدر قشنگ باز کنیم. واقعا ایشون یک دریای جوشانی در وجودشون به خروش اومده و بینایی واقعی رو پیدا کردن ایشون. واقعا ایشون خیلی، من یه بار سعادت اینو داشتم که ایشون رو از نزدیک ببینم، دنیایی هستن، واقعا دنیایی هستن ایشون. یعنی خب خیلی سال گذشته، 23-24 سال گذشته، ولی دنیایی هستن، واقعا دنیایی هستن. به هر حال ممنونم که گوش دادین، سپاسگزارم از صحبتی که به من دادین، ممنونم. پرمین جان، جناب حقیقت جون، من فکر کنم شما یک کانال یا یک سایتی هم دارید که اگر اشکال نداره معرفی کنید، شاید دوستان دوست داشته باشن از بقیه کار شما هم استفاده کنن، لذت ببرن. خواهش میکنم. بله، من یه مدت هست کتاب گویا انجام میدم، الان کتاب صوتی انجام میدم توی تلگرام. جانم محبت میفرمایید آدرسش رو این زیر برای همه توی چت روم بنویسید که اگه دوست بله دوستان اگر دوست دارن، چون من خودم گوش میکنم بعضی وقتا واقعا لذت میبرم، فکر میکنم حتما مینویسم اونجا، هم تلگرام هست هم اینستاگرام، ولی خب تلگرام آپ تو دیت تر بیشتر، من سعی میکنم اونجا در خدمت دوستان باشم. چشم، حتما این کار انجام میدم. خیلی ممنون از لطفشون. سپاسگزارم. لطف دارید. خواهش میکنم. و در قسمت بعدی واقعا خیلی خوشحال هستیم که به استاد سعید فرجپوری. سلام عرض میکنم استاد، صداتون توی من میتونم میوت هست بکنم. من باز میکنم. در خدمتون هستیم استاد. نه هنوز میوت هم. خودتون محبت میکنید خودتون آن میوت. الان صدای من اومد؟ بله. سلام عرض میکنم استاد. سلام، حال شما، قربون شما. خیلی ممنون، واقعا لطف کردین که دعوت ما رو قبول کردین و تشریف آوردین امشب ما بتونیم از وجودتون لذت ببریم. قربون شما. خواهش میکنم. واقعا شما که در دنیای هنر احتیاج به معرفی ندارین، ولی من با اجازتون میخواستم یه مقداری از کارهای شما و بگم به دوستان و معرفی کوچیکی با این وقت کمی که داریم انجام بدیم. خواهش میکنم، بفرمین، در خدمت هست. زهر جون، برحال شما هم از محضر استاد شما هم آشنا هستین، شاگردشون هستین همیشه. بله، خواهش. ایشون آهنگساز، نوازنده و مدرس ساز کمانچه هستن و از قرار معلوم ایشون از 9 سالگی ماشاءالله این هنر رو در خودشون کش کردن و نزد استاد حسین کامکار شروع به کار کردن و تا به حال هم با گروه های مختلف زیادی مثل گروه شیدا، گروه عارف، گروه آوا، پایبر و گروه دستان همکاری کردن. کمانچه رو در کانون چاوش و هنرستان‌ها و دانشگاه‌های موسیقی تهران تدریس کردنشون و نگفته نمونه که دارنده نشان درجه 1 هنری هم هستن. بله، بیش از 3 دهه است که با استاد
استاد آواز ایران محمد رضا شجریان. ایشون کنسرت های مختلفی در داخل ایران و در خارج ایران اجرا کردن و آلبوم در آلبوم های بسیاری هم شما نوازندگی کردین که ما اگه بخوایم همه رو نام ببریم اینجا زیاد میبره، ولی میتونیم یکی از موفق ترین آلبوماتون رو نام ببریم که اون هم آلبوم شوریده، درسته؟ بله بله، که واقعا زیبا با اجرای گروه دستان بوده و خوانندگی خانم پریسا. و این آلبوم برنده بهترین موسیقی سال از وزارت فرهنگ فرانسه است. بله، و همینطور شما آلبوم های خیلی زیادی از غیر معلوم با همایون شجریان، تودار عقیلی، خانم پریسا و بقیه هنرمندان داشتیم که واقعا تک تکشون شنیدنی و واقعا لذت بخش هستن. در هر صورت ما باعث افتخارمونه که شما امشب در خدمتتون هستیم و میخواستم با اجازتون یکی دو تا سوالی که همیشه در ذهن ما هم بوده ازتون بپرسم. یکی این که واقعا شما وقتی که یک آهنگ رو میخواییم بسازیم، این از چه مراحلی باید بگذره؟ یا اصلا شامل چه چیزهایی باید باشه این آهنگی که شما درست میکنید؟ چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ و واقعا از چه مراحلی میگذره تا اینکه به مرحله اجرا برسه؟ خب من ببخشید قبل از اینکه جواب سوال شما رو بدم، عرض سلام و ادب دارم حضور شما زهره خانم و همه عزیزانی که الان دارن این برنامه رو میبینن، چه در ونکوور چه در جاهای دیگه، و همچنین عرض سلام دارم حضور استاد نزاکتی عزیز. خیلی نکاتی که صحبت کردن خیلی قابل استفاده بود، عرض ادب دارم و لذت بردم از صحبت‌ها و همچنین کاراشون و همچنین دوست عزیزمون شعری که خوندن. عرض شود که خب شما همه چی رو گفتین دیگه، من نه دیگه چیزه تخصصی رو همه رو گذاشتم، من بلد نیستم دیگه اینا رو. بله، در مورد سوال شما، خب معمولا برای کار آهنگسازی، خب من اعتقاد دارم که خب باید شرایطش پیش بیاد، یعنی این حس و حال درونی و برونی آدم باید جور باشه. حالا این جور بودن منظورم این نیست که حتما باید خوب باشه، امکان داره آدم یه وقت خیلی هم حالش بد باشه یا یه وقت خیلی حالش خوب باشه. اینه که بیشتر این ساختن آهنگ و ملودی و تنظیم کردن یک قطعه، من فکر میکنم که خب همیشه آدم این حالت رو نداره، باید پیش بیاد. یعنی بارها بوده مثلا من خودم تصمیم گرفتم یه آهنگ بسازم، دیدم خوب نشده چون از قبل تصمیم گرفتم. ببینید موسیقی مثل ریاضیات نیست، یعنی دوتا میشه چهارتا در ریاضیات، ولی در موسیقی اینجوری نیست. موسیقی در واقع میشه گفت، البته اگه تعریف در یک جمله من تعریف بکنم، موسیقی مثل نقاشی اصواته و موسیقی خوب اینه که بتونه شنونده رو متأثر بکنه نه متحیر. و خب ما موقعی که کار موسیقی میکنیم، از همون مثلا زمانی که از خیلی سال پیش، خب بیشتر تکنیک رو یاد میگیریم، ولی تکنیک فقط جوابگوی ساختن یک اثر نیست، اینه که باید اون تکنیک حس بهش اضافه بشه و اون آنیت، اون احساس در لحظه، این باعث میشه که یک اثری خب
شنیدنی بشه، یه اثر بتونه همینطوری که مثلا خب به شکل عادی مثلا آدم یک قطعه موسیقی میشنوه وقتی خوشش میاد تو دلش میگه به به، مهم اونجاست. یعنی باید در واقع موسیقی اونجا تونسته موفق بشه که وقتی شما دارین گوش میدین تو دلتون میگین به به، اون دیگه اثر کرده. و این اثرم در واقع میشه گفت که به اون انتقال احساسی مربوط میشه که نوازنده یا خواننده بتونه حسش رو منتقل بکنه به شنونده. و این انتقال احساس در واقع برای یک کسی که میوزیشنه زمانی پیش میاد که خودش هم این کار رو ساخته همین حس رو داشته. و الا مثلا اگر یه وقتا یادم اون حال رو نداشته باشه، اون حالی که بتونه یک چیزی رو خلق بکنه، بتونه یک ملودی رو شکار کنه، بتونه یک کاری رو مثلا به نهایت برسونه، همیشه این شرایط نیست. گاهی این پیش میاد که آدم باید در اون لحظه بتونه مثلا یک کاری رو بسازه و اینو بعدن حالا بعد از اینکه بسازه خب اینو بستش بده، بعد روش کار کنه و به مرحله ضبط برسه. نمیدونم کافی بود این جواب من یا بود. عالی بود، عالی بود. تعریف قشنگ از موسیقی کردن خیلی نقاشی اعصاب واقعا خیلی خیلی به هر حال ما در عنوان کسی که خب نوازنده هستیم باید بتونیم این اصوات رو نقاشی بکنیم. یعنی این اصواته که میتونه وقتی یک نقاشی خوبی ازش در بیاد بتونه روش شنونده اثر بذاره. اینه یک کار نقاشه، فرقی نمی کنه. به هر حال این نکته ای که فرمودین به نظرم این بخشش مهمه که آدم باید خودش هم اون حس و حال رو داشته باشه که وقتی میخواد کاری بسازه. در کارهای شما واقعا میشه احساس کرد همون حس و حالی رو که شما میخوای منتقل بکنین به شنونده. واقعا توی آلبوماتون، توی کاراتون بسیار عالی. لطف داریم واقعا. حالا من خواستم باز دوباره یه سوال دیگه ای از خدمتتون بپرسم. خواهش می‌کنم. شما وقتی که یک اثری رو درست میکنین یا میخواین خلق کنین، این وقت خواننده رو چطوری؟ شما قبلش با خواننده در اصل صحبت کردین، تعیین کردین خواننده رو، بعد برای اون خواننده اون موزیک رو درست میکنین، یا اینکه اول یه موزیک رو درست میکنین بعدن میخواین ببینین که مثلا کدوم خواننده بهتر میتونه اجرا کنه؟ خب اینم سوال جالبیه که فرمودین. معمولا میشه یعنی در واقع این جواب شما دو وجه داره. گاهی بله، مثلا گاهی من مثلا یه شعری خوشم میاد، بعد روش شعر موقعی که کار میکنم فکر میکنم که توی ذهن خودم خب این کدوم خواننده میتونه اینو خوب بخونه. مثلا خب بعضی شعرها هست که شاید مثلا برای خانم ها خوب باشه خوندنش، بعضی شعرها هست برای آقایون خوبه. واقعا اینو میشه یعنی از چون به هر حال خواننده ابزارش کلامه و با توجه به این که خب حالا از نظر جنسیت مرد یا زن اون شعر اگر مثلا به صدای خانم احساس بکنم خب بهتر میشه، بهتر به دل میشینه، بهتر میتونه این پیامو برسونه، طبیعتا از همون اول من فکر میکنم که خب این یه خانم بخونه بهتر یا برعکس این قضیه. ولی به هر حال گاهی من یه کاریو میسازم بعد پیشنهاد میکنم به خواننده هایی که خب حرفه‌ای ان و کار کردن، امکان داره یه خواننده مثلا با اون کار من ارتباط برقرار نکنه و خیلی خوشش نیاد، خب اینو پیشنهاد میکنن به یکی دیگه. ولی معمولا من همیشه سعی میکنم از قبل کاری که میسازم خواننده رو مشخص کنم
که از قبل بتونیم ما هماهنگی‌های لازم رو از نظر سلیقه‌ای، از نظر شعری، از نظر اینا رو با هم چک کنیم که بتونیم کار زودتر به فرجام برسه و به مرحله ضبط و انتشار برسه. در هر حال همه راه‌های مختلف رو خب باید تجربه کرد دیگه، ولی میشه، هم میشه که از اول نباشه بعدن انتخاب بشه، گاهی برعکس این قضیه است، به حال توی کار پیش میاد. بسیار ممنون، تشکر. قربون شما. یکی از مسائلی که در مورد تمام اساتید موسیقی من تجربه‌ای که داشتم در محضرشون که هم جناب استاد نزاکتی هم جناب استاد فرجی هم نوازندگان جوانی مثل جناب آقای مهین‌پور و گروهشون، من نمیدونم چی هست که اینقدر صبور میشن. و من مثلا میبینم که چون شما سولفژ زمانی من در خدمت مدت کوتاهی بودم و واقعا به صبرتون تبریک میگم به این سه صدر همتون و صبرتون. خود من یه جا میگفتم که من حاضر نیستم دیگه این صدا رو بشنوم، ولی واقعا ممنون از شما. خب ما همیشه در کنار کارهایی که آهنگسازی میکنیم یا نمیدونم منتشر میکنیم، یک بخش کارمونم آموزشه. و خب توی قضیه آموزش خب به کلی قضیه متفاوته. طبیعتاً کسی که میاد آموزش میبینه، ما هم خیلی انتظار نداریم که مثلا کسی که میاد میخواد آموزش موسیقی ببینه خب صدای خوبی داشته باشه یا خوب ساز بزنه. به هر حال این داره شروع میکنه و چون اون انتظار نیست طبیعتاً ما هم حوصله‌مون زیاد میشه. صحبت آموزش کردین استاد، الان تو این دوران کرونایی چجوری شما آنلاین با شاگرداتون در تماس هستین؟ بله، از موقعی که این قضیه دیگه شدت پیدا کرد تمام کلاس‌های من چه در ونکوور چه در جاهای، البته من قبل از این مسئله کرونا ویروس کلاس آنلاین داشتم برای کسایی که در امریکا زندگی میکنن، در ایران هستن، در اروپا هستن، خب شاگردای زیادی داشتم و دارم. ولی از موقعی که این شروع شد خب من هنرجوهایم که در ونکوور داشتم اینا رو هم آنلاین کردیم. الان دیگه در واقع همه کارهای من به عنوان تدریس از طریق آنلاین. بسیار عالی. ما خسته نمیشیم از صحبتهای شما و سوال هم خیلی بیشتر داریم. قربون شما. قسمت دیگه ای در خدمتتون باشیم. یه قطعه ای رو ما انتخاب کردیم از کارهای شما که میخواییم برای دوستان بذاریم و لذت ببریم هممون با اجازه شما. خب خیلی ممنون. منم از شما تشکر میکنم که وقت گذاشتیم و در واقع این برنامه رو تدارک دیدین و دوستان عزیز دیگرم دعوت کردین. خیلی خوشحال شدم، خیلی مدت ها بود ما ندیده بودیم هم دیگر رو. در حال خیلی ممنون، امیدوارم که این قضیه کرونا به زودی تموم بشه و همه در صحت و سلامتی باشن و مخصوصا شماها که کار فرهنگی میکنین، خب انتظار میره که بعد از این قضایا اگر شرایط که حتما برمیگرده بشن حتما حمایت بکنین از فرهنگ ایران و مخصوصا خب ما دو تا سمبول خوب داریم، یکی شعر و موسیقیه که واقعا این اگر سازمان هایی که در اینجا هستن در شهر ونکوور، من یه مقدار حقیقتشو میخواین گله دارن، گلم هم اینه که خیلی اینجا فعال نیست از نظر موسیقی شعر کلن اصولن. مثلا در من کنسرت های زیادی خب رفتم شهرهای مختلف دنیا، چه در اروپا، چه در امریکا، چه در آسیا، خب کامیونیتی های زیادی، سازمان های فرهنگی ایرانی در شهرهای مختلف هستن، میبینم فعالیت هاشونو و بعضی وقتا مقایسه میکنم احساس میکنم شهر ونکوور خیلی توی این قضیه دوچار رخوته، دوچار خمودگیه، یعنی فعالیت نیست اونجوری. الان این مربوط میشه به قبل کرونا، الان رو نمیگم، منظورم این نیست.
مثلا مقایسه بکنیم مثلا در نسبت به تورنتو مثلا اینجا اونجوری فعالیت نیست و من فکر میکنم که باید این سازمان‌های ما که یکی از وظایفشون حفظ فرهنگ و هنر ایرانه بتونن لااقل به نسل‌های دیگه منتقل بکنن، شعر ایرانو بشناسن، موسیقیشو بچه‌ها نسل‌های جوان‌تر. و این به نظر من فقط شماها و سازمان‌های دیگه، چون گاهی من میبینم که فقط حفظ فرهنگ و هنر اینا شده مثلا چهارشنبه سوری و نوروز درست. یا مثلا اگه روز زنی باشه مثلا یه برنامه اجرامه دیگه، غیر از این روزهایی که قراره مثلا خب لازم هم هست، خیلی هم خوبه، خیلی هم زحمت داره، ولی خب قضیه حفظ فرهنگ و هنر یه مملکت خب نباید فقط مختص به این روزا باشه، این باید در طول سال ادامه داشته باشه. من پارسال قبل از این قضایا رفته بودم یه کنسرت داشتیم تو سان دیگو، اصلا یه مرکز بزرگ فرهنگی درست کرده بودن، هنرجو داشتن، یه مرکز بود. خب واقعا این مرکز خوشنویسی داشت، موسیقی داشت، تئاتر داشت، نمیدونم کلاس شعر داشت، ادبیات داشت، خیلی فعالیت اونجا، حرکت زیاد بود. ولی متاسفانه من احساس میکنم خب حتی دولت کانادا میتونه کمک بکنه به این قضیه، گرانت بگیرن این سازمان ها از دولت کانادا، یه مرکزی درست بشه که از این حالت در بیاد، مثلا یه خونه تازه باید به این رگ را واقعا بیاد، میدونین این فعالیت شکل بگیره، یا جوانترا رو بکشین تو کار که حوصله بیشتری دارن. به نظرم خب این خیلی مؤثر واقع میشه. بله نسرین جون میخوان یه صحبتی بکنن در این مورد. بله. آقای فرشپوری عزیز جانم، فرمایش شما کاملا درسته و ما رو با کمال میل میپذیرید، اما ما هم به عنوان یک سازمان محدودیت های فراوان داریم. مسئله که شما میفرمایید که یک محلی درست کنن برای افراد ایرانی و کامیونیتی ایرانی، من به شخصه با همکارام تقریبا 20-25 ساله داریم دنبال این موضوع. متاسفانه هموطنای ما خیلی قشنگ صحبت میکنه، ولی وقتی به مرحله عمل میرسه عمل نمیکنند. همچین سازمانی آقای نزاکتی میدونن کجا هست؟ سیف بفرمایید. خیلی خوب میدونن که شاید ما یکی از سازمانهایی باشیم که سعی کردیم هنر و موسیقی رو در اینجا به اون تا حدی که میتونیم، نه خیلی زیاد، تا حدی که میتونیم حفظ کنیم و نشون بدیم و برنامه های مختلف برگزار کنیم. اما برای درست کردن یک کامیونیتی سنتر که بتونه تمام اون سازمان هایی که شما گفتین درش باشن و خوشنویسی داشته باشه، موسیقی داشته باشه، کامپیوتر داشته باشه، نمیدونم سینیرها بتونن، بله، مثلا به عنوان مثال ببخشیم یه سالن کوچیک داشته باشه. معذرت میخوام، ببخشید. ببینید تمام اینها یک بودجه خیلی خیلی بزرگ میخواد، خیلی بزرگ. ما هموطنانمون بارها و بارها همه صحبت کردن ولی هیچ وقت عمل نکردن. یعنی موقعی که میشه باید قدم بذارن جلو از نظر مادی و معنوی، متاسفانه عقب گرد میکنن و انجام نمیدن. این تجربه من در ونکوور. آقای نزاکتی شما بفرمایید چقدر سازمان ما واقعا در این مورد فعالیت کرده. حالا حقیقت اینه که در تایید فرمایش شما، البته این مطلبی که استاد فرشپوری فرمودن به کاملا درسته. شما خیلی فعال هستید، خیلی تلاش میکنید، بارها من دیدم با شخصیت های فرهنگی یا تجاری شهر، کسانی که امکانات اینو دارن که چنین همتی بکنن، ولی متاسفانه میگم ما
فرد هنوزم که هنوزم اون فرهنگ فردگرایی رو هر فردی جمع که میشیم خواهیم کاری بکنیم افراد هر کدوم که صحبت میکنیم میگن آقا من هستم، ولی وقتی جمع که میشیم از همونجا اختلاف شروع میشه و مسئله ایجاد میشه. این درد بزرگ مشترک ماست، فرهنگی ماست، باید حل بشه انشالله. شما که همیشه تلاش کردید و ولی واقعا من یه بار یه کنسرتی بود از استاد فرشپوری که همه اروپا و آمریکا این کنسرت داشتن، گفتم که انشالله ونکوور، گفتن نه ما ونکوور برنامه نمی‌کنیم. واقعا اساتیدی که جناب فرشپوری که واسه افتخار موسیقی مملکت هستن و خواننده‌های معروفی که بالاخره بهترین خواننده‌ها و نوازندگان شهر رو بزنید، اینا وقتی که بیان اینجا یک سوم سالن خالی باشه این واقعا باعث شرمه، باعث خجالته. و اینه که انشالله باید فکر اساسی در این زمینه کرد. فعالیت‌های کوچولی صورت میگیره، انجمن‌های به این شکل که کلاس‌های مختلف هست، ولی متاسفانه چهار تا شاگرد میاد بعد میره و موندگار نیست. و اگر یک کار درستی شکل بگیره مطمئنن پشتش دولت کانادا گرند میده و کمک میکنه، ولی اولین قدم رو باید خود مردم بردارن. خوشی آخر بگو ای یار چونی، از این ایام ناهموار چونی، به روز و شب مرا اندیشه توست، که از این روز و شب خونخار چونی، از این آتش که در عالم فتاده است، ز دود لشکر تاتار چونی، در این دریا و تاریکی و صد موج، تو اندر کشتی پربار چونی. خیلی ممنون، تشکر. خیلی ممنون، خیلی زیبا بود، خیلی زیبا بود. قربون شما، ممنون. تصحیحش رو آقای همایون شجریان خوندن مثل. اینو ببخشید، من قبل اینو ساخته بودم، خانم پریسا خوندن. پریسا خوندن. با اجازت ما یک کوچولو یک گوشه ای از کارهای شما رو به دوستان میخوام تقدیم کنیم. ممنون از لطفتون، تشکر. ممنون از پربارتون. خسته نباشید میگم بهتون. قربون شما. خوشحال شدیم استاد. خیلی خیلی استفاده کردید. قربون شما. خواهش. ممنون استفاده کردید. قربون شما. امیدوارم سفر رو داشته باشید. Thank you.
ممنون از لطف شما. مرسی استاد. قربون شما. خیلی ممنون. فوق العاده. قربون شما. ممنونم. واقعا موسیقی همون که گفتن یه جای جمله نوشته بودن دوست داشتم براتون بخونم. موسیقی زبان جهانی انسان هست. موسیقی قلب زندگی است که با زبان عشق صحبت می‌کنه. بدون آن هیچ خوبی ممکن نبود و با آن هر چیزی زیباست. ما خیلی خوشحالیم که ما موسیقی غنی فارسی رو داریم، ولی در بین جوانان هنرمند این شهر هم جوانانی هستن که از این مرز گذشتن با حفظ اون هنر و خصلت ایرانیشون وارد دنیای موسیقی کلاسیک شدن، که امشب ما مهمان یکی از این دوستان عزیز هستیم، یا ایشون مهمان ما، فکر کنم دو طرف هست ما مهمان ایشون باشیم. اجازه بدید من حرف بزنم، یک قسمتی از کار این بانه هنرمند رو ببینیم و بعد خدمت خودشون برسیم. Thank you.
Thank you.
ساناز عزیز خیلی خوش آمدین، ممنون که پیش ما هستین، بهتون تبریک میگم. میوت صداشون و فکر میکنم که من شما خودتون صحبت. سلام ساناز جون. سلام، خوب هستین؟ خوش آمدی، خیلی لذت بودیم، بسیار زیبا بود، بسیار زیبا. واقعا خوشحالیم که هنرمند جوونی هست که شما فکر میکنم یه دو سالیه که اومدی ونکوور، درسته؟ بله، نزدیک یک سال و نیم هستش که اینجا هستم. بله، بسیار عالی. من یه اینتروداکشن کوچیکی شروع میکنم از ساناز جون خدمتتون بگم. خانم ستوده تحصیلات عالیه‌شون رو در رشته موسیقی و اجرای انفرادی پیانو در دانشگاه مکگیل به پایان رسوندن و بعد تحصیلات تکمیلیشون رو در آکادمی موسیقی رویال در لندن انجام دادن. ایشون هم به صورت انفرادی و هم به صورت مشارکتی با موسیقی‌دان‌ها و توی ارکسترای مشهور در خیلی جاهای دنیا فکر می‌کنم کنسرت داشتی، درسته ساناز جون؟ بله. عالی. و تا اونجایی که من می‌دونم الان توی ونکوور مشغول تدریس هم هستی، درسته؟ بله، من از وقتی که اینجا اومدم با کمپانی فزیولی کار میکنم که آرتیستشون هستم و پرزنت میکنم، که حالا یه توضیح کوچیکی در تهونم میدم و تدریسم میکنم در کنار کارهای اجرایی که البته. خب حالا که صحبت فزیولی رو کردی یه مقدار میتونی معرفیش بکنی؟ من دیدم که روی آرم پیانویی که میزدی نوشته بود فزیولی، میشه راجع به صحبت بکنی؟ بله حتما. فزیولی پیانو برند ایتالیان هستش که پیانوهای هند مید ایتالیایی رو تولید میکنه و خیلی یونیک هست پیانوهاشون به خاطر اینکه تولید فکتوری نیست و حالت هند مید داره، به خاطر همون صدایی که داره به نظر من خیلی صدای زیباترین صدای پیانویی که هست و وقتی هم که باهاش اجرا میکنین اون حس و یه حس هیومنی انسانی داره این ساز، مثل سازهای دیگه حس نمیکنین که داره با یه ماشین اجرا میکنین. و من اولی بار که با این برند زنم اتفاقا توی لندن بود و این یه حس خیلی کانکشن خیلی خوبی نسبت به این ساز پیدا کردم و الان در کانادا هم باشون کار میکنم و کارهای جالبی که انجام میدن که با آرتیست های مختلف، آرکیتکت های مختلف معروف دنیا از کالچرهای مختلف کار میکنن و پیانوهای با دیزاین های مختلف به وجود میارن. مثلا یه پیانوهای باترفلای بود که برای یه پروژه بود که اتفاقا آرکیتکتش یه آرکیتکت ایرانی هست در ونکوور، امیرعلی جاویدان، و با یه آرکیتکت بزرگ ژاپنی کار کردن، کینگو کوما، که از چوب ژاپنی پیانو رو درست کردن، و همینطور اوریگامی آرتیست یا آرتیست چاینیز جوزف وو که به صورت دیزاین اوریگامی این پیانو رو درست کرده بودن و به نظر من خیلی جالبه چون که با فرهنگ ها کالچرهای مختلف تونستن دیزاین های مختلف و مدل های مختلف پیانو به وجود بیارن، در این حال که بزرگترین آرتیست های کلاسیکال دنیا هم با پیانو فزیولی اجرا میکنن، یعنی پریفرنسشون این پیانو هست برای کنسرتاشون. خیلی ممنون از توضیحات ساناز جان. اگه اشتباه نکنم شما بیشتر توی موسیقی کلاسیک کار میکنین، درسته؟ بله، من از بچگی خب تحصیلاتم رو در هنرستان موسیقی تهران شروع کردم و البته با کلاس عرف شروع کردم، به صورت جنرال با موسیقی آشنایی پیدا کردم و بعدش در هنرستان موسیقی و بعد در مگیل یونیورسیتی و لندن رویال اکادمی آف میوزیک این لندن که فقط پیانو، یعنی ایژوکیشن هم پیانو کلاسیکال بوده، ولی به خاطر بک‌گراندی که داشتم از ایران
و حتی با اجرای آهنگسازهای کلاسیک مختلف که از اروپای شرقی بودن مثل فرانس لیست، که اینا اومدن آهنگای فولک و محلی هر بکراندشون رو برای پیانو این ملودی ها رو تنظیم کردن و یه آهنگسازی های جدیدی به وجود آوردن. خیلی اینا رو تحت تاثیر منو قرار داد در این حالی که درس میخوندم و بعد دیدم که تونستن اون روح و حس فرهنگ و کالچرشون و شونو توی همین چارچوب کلاسیکال میوزیک خیلی زیبا ارائه بدن و واقعا کامیونیکیت کنن، و به خاطر همین این منو خیلی تحت تاثیر قرار داد، چون من واقعا ادبیات و شعرهای لیتریچر ایران رو عمیقا باهاش ارتباط برقرار میکنم و موسیقی ایران، ترادیشنال ایرانی، وقتی اون زمان یادم حتی خیلی به موسیقی آقای شهرام ناظری گوش میدادم و خیلی تحت تاثیر قرار منو میداد، و این پیام عرفانی که پشت شعرها و لیتریچر ایران هست که فکر میکنم که برمیگرده حتی اروپایی ها رو تحت تاثیر قرار داده، و مثل کسی مثل گوته که یک شاعر بزرگ آلمانی هست اومده به با از و الهام گرفتن شعرهای حافظ 12 کتاب شعر به عنوان شرق و غرب به وجود آورده، که اتفاقا ویدیویی که پخش کردیم من با یه خواننده آلمانی اجرا می‌کردم شعرهای گوته بود که از حافظ تحت تاثیر قرار داشت و اجرای لندن هم بود، و خیلی کارهایی که کردم، پروژه‌ای که انجام دادم، واقعا دوست داشتم که اون حس موسیقی و پیامی که پشت شعرها و لیتریچر ما هست رو بتونم به هر حال با سازم که پیانو هست ارائه بدم که حالت یونیورسال و جهانی پیدا بکنه. فکر کنم موفق شدین. واقعا برای 50 سال آینده انشاءالله بیشتر و بیشتر. عالی. در مورد این کارهایی که از شما پخش کردیم، اتفاقا خوب شد که گفتی یه قطعش از آلمان بود، یکی دیگه هم بود تو یک ارکستری بود، اونم میخوای توضیح بدی؟ بله، خب بخشی از کارهایی که میکنم دوستم که آهنگسازهای ایرانی که خب حالا خیلی من خوش دوست دارم کارشونم اجرا میکنم، این اجرایی که داشتم با ارکستر بود، با ارکستر اپرای ونکوور بود، که واقعا تحسین میکنم برگزار کنندگان این کنسرت رو، خیلی کنسرت سطح بالایی بود و کم میبینیم همونجور که آقای فرشپور گفتن در ونکوور کنسرت هایی به این سبک اجرا بشه و مردم استقبال بکنن، ساپورت مردم رو داشته باشیم. حالا این برداشت من از این یک سال و نیمی که اینجا هستم هست. به هر حال این قطعه کوتاهی بود از آقای لوریس چکناواریان، آهنگساز ارمنی و ایرانی که الان در تهران زندگی میکنن و رهبر ارکستر سمفونیک که تهران هم بودن. ایشون خیلی کارهای واقعا برجسته نوشتن، هم اپرا نوشتن بر اساس شاهنامه و هم کارهای ارکسترال نوشتن که با از فرهنگ ایران اینسپایر شده بود. این قطعه هم واقعا یکی از قطعات مورد علاقه من بود و من افتخار رو داشتم که با ارکستر اپرای ونکوور اجراش بکنم. خیلی قشنگ اجرا کردی. حستون بسیار زیبا منتقل کردین، یعنی دیدار شما در حال حرکت کردن و پرواز و رقص انگشتاتون آدم بسیار. شما فرمودید با موسیقی سنتی، پس با سازهای سنتی هم انشاءالله در آینده میخواید همکاری کنید دیگه، درسته؟ بله، من اتفاقا یه پروژه بود که قرار بود این تابستون برای ریکورد آلبومی با یه هنرمند، یکی از هنرمند برجسته ایران بود، و یه گروهی در مونتریال و ساپورت آرت کانادا کانسیل بود کانادا بود که قرار بود این پروژه انجام بشه، و تلفیقی بود از موسیقی ترادیشنال ایرانی و
کلاسیکال که الان یه ذره عقب افتاده به خاطر جریان، ولی بله من با سازهای ترشن یعنی خیلی دوست دارم که اجرا کنم. و خب بعضی ها نظرشون این هستش که نباید مثلا ساز غربی با شرقی تلفیق بشه مثلا موسیقی ایرانی، و همونجور که گفتم اون حس و درک عمیق اگه از فرهنگمون، شعرمون، موسیقیمون باشه، موسیقی زبان یونیورسال هست و ما میتونیم اون حس رو به هر شکلی ارائه بدیم با کار درست. و آهنگسازان خیلی عالی هم تو دنیا داریم، ایرانی عالی که کارهای خیلی واقعا برجسته توی زمین دارن انجام میدن. موفق باشی، واقعا خیلی عالی. ممنون که با ما بودیم. خیلی ممنون که اومدی فناز جون. مرسی از دعوتتون و واقعا چقدر خوبه که شما این برنامه رو ارگانایز کردین، در مخصوصا در این زمان که به هر حال تمام کارهای اجرایی و کنسرت ها نیستش و مردم نمیتونن از هنرمندا بیشتر اپریشیت کنن، و این برنامه واقعا برنامه خیلی خوبی هستش که ادامه پیدا کنه. شما کلاساتون هم حتما آنلاین هستش درسته؟ بله الان کلاس هم بیشتر آنلاین هستش، یه سری کلاس های وان تو وان یعنی پرایویت برای هر کسی که دوست داشته باشه هست، ولی بیشتر کلاس هم الان آنلاین شدن به خاطر جریان کرونا. موفق باشی سنجا. مرسی. همونطور که جناب استاد نزاکتی اول گفتن، درسته که میگین که مرزهای موسیقی خیلی ها دوست دارن که هر چیزی جای خوش داشته باشه، ولی استاد برای همه ما فکر میکنم امروز شرح دادن که هر زمان موسیقیش با زمان قبل تغییر کرده، با حفظ اصالت و با حفظ آن چیزی که از قبل داریم، نگهش داریم، میتونیم همیشه پیشرفتش بدیم و زیباتر و جذابتر و بر اساس زمان گیراترش بکنیم. این رو که من اعتقاد دارم که جوان‌ها واقعا دارن این کارای، من خودم البته 20 سالمه ولی خب منظورم غیر از خودم جوان‌ها، جوان‌هایی که هنرمند هستن واقعا دارن کارای جدید میارن. من افتخار داشتم که ظرف سالهای گذشته با گروه ترنم آقای مهین‌پور، علی مهین‌پور و سهیل مهین‌پور آشنا بشم که امشب هم لطف کردن در خدمتشون هستیم، و با دوست خیلی خوبمون جناب سبحان مردان. این سه جوان هنرمند گروه موسیقی دارن به نام گروه ترنم که البته خودشون بیشتر میان خودشون معرفی کنن. من یک کلیپ کوچولوی از کار قشنگ ایشون تهیه کردم، خیلی لطف کردن در این دوران قرنطینه، یکی از آهنگایی که خود ایشون ساختن خود آقای مهین‌پور گروه ترنم اجرا میکنن که من براتون میذارم. باش میخوام یه لحظه دوره کنم. بسیار عالی. ممنون.
آقای مهینپور، آقای سهیل مهینپور، جناب آقای علی مهینپور و من جناب آقای صبحانه مردان رو نمیبینم، فکر میکنم شب در خدمتشون نیستیم. خیلی خوش اومدین، خواهشتون رو آنمیوت کنید و در خدمتتون باشیم. سلام عرض میکنم به همگی، امیدوارم خوب و خوش باشین. راستش این اول که یه به قول اینجا یه کلیفای بکنم که این قطعه اولی که پخش کردیم اون در واقع چیزی بود که من حالا با جسارتن جمعی فرش بودی که اینجا نشستن من نمیتونم بگم ساختم، ولی همینجوری زدم چون ادامه شو در واقع خب همینجور که میدونین ریتمیک میشد، خب اونو در واقع کار خودم بود، ولی دومی مال استاد حسین علیزاده بود که فوق‌العاده کار پیچیده و سختی بود. بالاخره ما بعد از دو ماه تونستیم یه چیز که دل همه رو خوش بکنه، حال خودمون رو خوب بکنه، برای اینکه حالا به هر حال همه توی خونه نشستیم و حس و حال رو عوض بکنه، اونو بالاخره تونستیم به جایی برسونیم که بتونیم. در واقع فقط یه مشکلی که بود این بود که چون من خب اون دستگاهی که بتونم دقیقاً اینو ضبط بکنم با کیفیت خوب دارم، منتهاشون بچه‌ها نداشتن، خودم مجبور شدم با تلفنم ضبط بکنم، بخاطر همین اون کیفیتی که باید رو نداشت صداش. ولی خب دیگه اون کاری که تا اونجا که تونستم، خب هممون تونستیم اینو سعی کردیم که یه جوری کار بکنیم و بذاریمش توی فیسبوک. تبریک بهتون میگم آقای مهینپور. از هنرمندانی هستن که در زمینه نه تنها فقط ساز و هنر اصیل، در زمینه تکنولوژی هم خیلی واردن. من هر وقت که هر مشکلی پیش میاد باشون یک مشورت میکنم، همیشه در زمینه صدا و میکس و دستگاه جدید آخرین اخبار رو دارن. آقای مهینپور، شما در مورد گروه ترنم و یه مقدار کوچولو برای ما صحبت میکنی شکل گیریش و میخواین در آینده باش چه بکنید اصلا؟ حتما. گروه ترنم در واقع یه جمعی خیلی خودمونی بود، با همین جوری شروع شد. اولین جمعی که داشتیم با سهیل بود، با دو نفر دیگه بود که پیانو داشتیم، سنتور داشتیم، بعد همینجوری
دور برای دل خودمون ساز می‌زدیم، بعد گفتیم خب یه بار اینو اجرا کنیم و بعد تصمیم گرفتیم اسم گروه رو چی بذاریم، که یادم اولین اجرا رو با خانم آتوسا نزاکتی کردیم توی سخن عشق. بعضی از آهنگ مال خودمون بود، بعضی هاشو یه تصنیف بود که مال خیلی وقت پیش، یعنی خیلی قدیمی بود و باش خاطر داشتیم، همونو برای 20 دقیقه اجرا کردیم، بعد دیگه همونو ادامه دادیم. منتها الان دیگه سنتور و پیانوی وجود نداره، بعضی وقتا که در آینده احتمالاً تو فکرمون هست که حتما داشته باشیم، ولی الان فعلا ما 3 نفر هستیم. اجرای مختلف با سازهای مختلف بوده، اضافه شده به ما. مثلا اجرای آخری که داشتیم با خود شما با سهند سرپیچه‌ای، ایشون عود میزدن با ما، فوق‌العاده پسر ماه و گل و هنرمندی هستن، به خاطر همین ما واقعا باش کامفورتبل بودیم و خیلی راحت بود. بعد همینجوری ادامه پیدا میکنه احتمالاً. خب هنوز در حال پیشرفت هست همه چی، ولی خب آینده من فکر کنم، حالا نمیدونم با زمان کرونا چقدر دیگه آینده برامون میگردونه روی صحنه، ولی خب همزمان که داره اینجوری داره پیش میره، ما خودمون مثلا کارهایی که قراره که بعدا اجرا بشه یا حتی همینجوری ریکورد بشه برای سوشال میدیا، احتمالا ما خودمون روش داریم کار میکنیم که بعدا اینا رو بدیم بیرون. فعلا تصمیمای خیلی خیلی جدی نداریم، ولی خب همینجوری داریم پیش میریم تا ببینیم که حال ایده دارید که. و بعدم میدونم که چون تجربه کوچیکی داشتم در خدمتتون، دیدم که با پیانو هم شما کار میکنید، الان وجود خانم ستوده فکر میکنم که واقعا جمعی که اینجا جمع شدن شاید اون تابوی که جناب استاد فرشپوری گفتن رو بشکنه و یواش یواش هنرمندا همه با هم دیگه یه کار جدید بیارن. میگفت اگر طرحی نو در اندازیم بشه واقعا. ممنونم ازتون علی جان. و جناب آقای سهیل مهین‌پور، من از شما یه سوال داشتم. شما غیر از کمانچه دف هم میزنید، درست میگم؟ بله بله. سلام به همه، سلام کنم اساتید، دست شما درد نکنه از این برنامه زیبا. من کمانچه رو من دارم خیلی جا داره تو یاد بگیرم از اینجا. بعد از استاد فرشپوری معذرت خواهی کنم اگه اشکالاتی داشته که دارشته، ولی کمانچه چیزی که دوست دارم توش قوی بشم و یه مدت خیلی کوتاهی داشتم که افتخار داشتم با استاد فرشپوری تمرین کنم و ایشون به قول شما تحملشون خیلی بالاست. و متاسفانه موقعیتی بود که داشتیم در واقع رشتمون رو تمام میکردیم، تمام پروژه ها و همه چیزی، یه دفعه مجبور شدم بلاک کنم اون درسه و بعد علی دیگه منو پوش کرد که در واقع برگردم سعی کنم که همون چرا بیشتر جدی بگیرم و تمرین بیشتر بکنم. ولی بله اولش، یعنی شروع ساز من همون تنبک و دف بود. درود بر شما پرین جان. آقای علی مهین‌پور خیلی راحت صدا و ملودی و جای نوت رو ماشاءالله گوش بسیار قوی دارن برای موسیقی هنرمندایی که هستن. و من یه تجربه داشتم که یک بار من داشتم یه چیز رو میخوندم و داشتم هر کاری میکردم من داشتم نوت اشتباهی میخوندم و ایشون با سازش انقدر درست زد که من تصدیق کنه بدون اینکه بگه. و اینم از صفاتیه که خود آقایان مهین‌پور هم جزء دور افرادی هستن که صبر دارن و انشاءالله در زمان مثل اساتید دیگه خودشون هم استادانه تر در هر زمینه خواهند بود. جناب آقای صبحان مردان تشریف نیاوردن، ایشون هم اگه که خودتون معرفی کنید. ایشون هم از فکر کنم از 3-4 سال پیش به ما جوین شدن. برای یه بار من یادمه که برای تنبکش مشکل داشت، بعد اومد که براش پوستش رو عوض کنیم. بعد دیگه از اون به بعد خب متوجه شدیم که تنبکش خیلی پیشرفت کرده نسبت به قبلا. بعد ما تصمیم گرفتیم که خب
یه حالت گروه همونطوری که گفتم خیلی خودمونی شروع کنیم. بعد ایشون هم الان فوق‌العاده مشغول و حسابی درگیر درس و دارن مسترشون رو تموم میکنن توی کینزیولوژی. بعد به خاطر همین یه مقداری اسکجول فوق‌العاده شلوغی دارن. منتها ما همیشه خیلی وقتا شده که با تلفن و اینا همیشه هم با هم بودیم و همیشه سعی کردیم که این وایب، به قول اینجا یا وایب موسیقی رو تو خودمون حفظ کنیم که هر دفعه که دور هم جمع میشیم تا موسیقی نباشه کار به جای دیگه ای نمیرسه. موفق باشین. خیلی خیلی ممنون که امشب و این کلیپ رو به قول معروف تر و تازه right out of the oven به قول اینجا یا برای ما درست کردید و اجازه دارید که ببینیمش. خیلی ممنون. خیلی ممنون. لطف کردین تشریف آوردین. مرسی. بسیار ممنون از شما که از ما دعوت کردین و خیلی خوشحال شدم که دوباره اساتید عزیز رو دیدم، استاد جناب فرشپوری و استاد نزاکتی و ساناز جان که واقعا عالی بودن، عالی بود کارشون. به هر حال خیلی خوشحال شدم از دیدن همتون. خیلی ممنون همچنین. و همچنین ما هم همینطور نمیخوایم بیشتر از این دیگه زهر جون مزاحمشون بشیم. ها خیلی خوشحال بودید که امشب در خدمتتون بودیم. بله واقعا از تکتون تشکر میکنیم که دعوت ما رو قبول کردیم. انشالله بتونیم این برنامه رو همینطور ادامه بدیم و از وجود هنرمندای شهر واقعا استفاده کنیم و از هنرنماییشون لذت ببریم. در هفته های دیگه انشالله حالا شما منم در فقط یک دو جمله در آخر براتون در رابطه با خودمون و همین جمع بگم و ببندیم برنامه‌مون رو. یک خانه سقفش آسمان، در زیر پایش موجها، از پیش رو و پشت سر دیوار و دیوار است و بس. آن سوی این دیوارها پرواز ممکن می شود. پرگیر ای مرغ اسیر، ای مرغ خوش الحان من، آن سوی این دیوارها رنگ پر مرغابیان آبی تر از اندیشه است. آن سوی این دیوارها هر آدمی بر بال عشق یک بار انسان می شود. آن سوی این دیوارها خورشید در شب روشن است، پژواک هر آواز ما شعری به رنگ کهرباست. آن سوی این دیوارها آواز ممکن می شود. امیدوارم که دیوارهایی که دور ما کشیده شده همش رو بتونیم بشکنیم و آن سوی این دیوارها با عشق انسانیت رو در خدمت همه شما به دنیا هدیه بدیم. مرسی. مرسی. ممنون از وقتتون. سرکار خانم فیلسوف ممنون از شما. ممنون از همگی. شبتون خوش. اجازه بدید. اوکی. من هم به نوبت خودم از طرف همه یارانم در بنیاد از همه شما سپاسگزارم. استاد نزاکتی، استاد فرجپوری، آتوسان عزیز، سهیل و علی که ما از سالها پیش با هم دیگه همکاری میکردیم و واقعا باعث افتخار ما هست که شما وقت گذاشتید و تشریف آوردید برای این برنامه. ما امیدواریم همطور که زهر جون گفتن این برنامه رو ادامه بدیم. فامیل عزیز من آقای دکتر پورنادلی که از سیاتل تشریف آوردن خیلی ممنون، آقای طوفان، ساناز عزیز، واقعا باعث افتخاره که جوانایی مثل شما این چنین به موزیک و موسیقی عشق می‌ورزن و این عشق رو به ما منتقل می‌کنن به یه ترتیبی بسیار بسیار زیبا بود. در آخر برنامه خواستم یه مطلبی رو خدمتتون بگم و اون این که بنیاد کانادا و ایران امسال مجدداً از طرف Canadian Immigrant Magazine انتخاب شده که یک دونه اوورد ببره. اگر ببریم برای جامعه ما بسیار بسیار مفید و مهم هستش این موضوع. بنابراین من تقاضا میکنم که اگر برید رو فیسبوک ما لطف کنید و رای بدید و به دوستانتونم بگین رای بدن، چون این میگم هدیه زیاد
از نظر مادی مهم نیست، ولی از نظر معنوی برای سازمان ما بسیار مهمه و برای جامعه کانادایی. همتونو دوست داریم، همتونو میبوسیم. آقای طوفان خوش آمدید. خیلی ممنون که تشریف آوردید. آقای طوفان که حتما میشناسین همتون. آقای مهرداد طوفانی که از هنرمندان سینما. سلام عرض می‌کنم خدمتتون، شما و هنرمندان اساتیدی که بودن و تمام مدت از هنرنامه‌شون لذت بردن. خیلی ممنون، مرسی. شب خوبی داشته باشید. مرسی. خیلی ممنون از شما. شب همه خوش.